در این برنامه خاص من میپردازم به یکی از وجوهی که بالاخص در 4-5 سال گذشته در جامعه ایران به خط قرمز و محدوده ممنوعه تبدیل شده از سوی حکومت، و اون هم پرداختن به فرماندهان سپاه، انتقاد از فرماندهان سپاه بالاخص از شخص آقای قاسم سلیمانی است. در این برنامه بالاخص از شخص ایشون صحبت میکنم. بعد از دخالت جمهوری اسلامی، ایشون فرمانده سپاه قدس هستن، بعد از دخالت جمهوری اسلامی در سوریه، تلاشی که رسانه ها و دستگاه تبلیغاتی دولتی در ایران کرده این هست که یک چهره خیلی عارف و در واقع یک استراتژیست خیلی بزرگ از ایشون به جامعه عرضه کنه. همین چند روز پیش بود که سفیر جمهوری اسلامی در لندن آقای قاسم سلیمانی رو به عنوان بزرگترین استراتژیست معاصر معرفی کرده بود. این تبلیغات البته فقط هم به مقامات جمهوری اسلامی یا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی محدود نمیشه. مداحی از آقای سلیمانی در طیف اصلاح طلبان حکومتی هم به چشم میخوره. در سیاستمدارانی مثل آقای صادق خرازی، برادر خرازی ها که خیلی نزدیک بود به دولت آقای خاتمی، سفیر ایران بود در فرانسه و امروز هم یک حزب داره در ایران به اسم حزب ندای ایرانیان، در یه دوره رسما نماینده این حزب بود، حالا در حاشیه نماینده این حزب بوده ایشون، از قاچاقچی های میراث فرهنگی است، عتیق جات هست در ایران. خب مثل بقیه این کسانی که در جمهوری اسلامی هستن در قدرت، یک سهمی از یک جایی میبرن، ایشون هم سهم خودش رو داره، منافع خودش رو میبره. بعد هم این مداحی هایی از آقای قاسم سلیمانی به افرادی مثل به کسانی که در رسانه های دولتی در خارج کشور یا داخل کشور دسترسی دارن و در واقع در اون چارچوب قرار میگیرن، کسانی مثل آقای بهنود یا آقای ابراهیم نووی یا آقای قوچانی، اینها هم از آقای قاسم سلیمانی مداحی کردن. ببینید وضعیت در چه شرایطی است که قصاب سوریه، کسی که در کشدار چیزی در حدود 450 تا 500 هزار نفر در سوریه در 6 سال گذشته کشته شدند. بعد کسانی میان، حالا حکومت بالاخره کسب و کارشه، ولی کسانی هم هستن که اینها رو به عنوان قهرمان ملی به جامعه عرضه میکنن و برای اونها مداحی میکنن. این واقعا مایه تأسف هست. تازگی ها محمد قوچانی برد توی تناسب بوناپارتیسم و بیسمارک، یعنی ظریف و آقای سلیمانی رو، و اونجا ها معنی کرد. خب روزنامه سپاه هم خیلی بهش بدبیرا گفت که این چنو تناسبی برقرار کردن بین آدم ها، ولی به نظر من خیلی دور نرفته بود. اما به طور کلی فکر میکنم که آقای سلیمانی چمران دومیست. این سردارهای عارف که توی ایران هم، تو تاریخ ایران هم زیاد بودند، فراوان بودن تو تاریخ گذشته ایران و حضور داشتن، یه نمونه آخریش مصطفی چمران بود و الان آقای سلیمانی است. این اقدام هم کاملا اقدام هماهنگ شده‌ای بوده. بالاخص از سال 93 به این طرف مرتب عکس‌هایشون در جبهه‌های جنگ در عراق، در سوریه منتشر میشه. عکس‌هایی هم که کاملا ایشون لباس نظامی نداره، باد میاد و چهره تلاش میکنن یه چهره روحانی و معنوی از این قصاب به جامعه ایران عرضه کنن. در رسانه های دولتی غیر از حالا اون چهره تلاش میکنن که یک چهره عرفانی به او بدن، مثل آقای خمینی یا آقای خامنه ای، از اون یک قهرمان ملی یا یک اسطوره مذهبی ساختن و در برخی از دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی از آقای قاسم سلیمانی تحت عنوان الهی مهربانی یاد میکنن. من نمیدونم چی جوری میشود که، ببینید اینا از شاهکارهای جمهوری اسلامی است که یک قصاب رو عنوان الهی مهربانی در جامعه ایران مطرح میکنه، و کسانی هم هستن که فریب این داستان رو میخورن یا با این داستان منافعی دارن، با این داستان همراهی میکنن. این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در پی و همراهانش در داخل و خارج کشور در پی آن بودن و هستند
که آقای سلیمانی رو به عنوان فرماندهی شکست ناپذیر و ایرانی، نه ضرورتاً شیعه، دنبال نوعی امپریالیسم ایران، اونایی که به جنبه‌های ملیش نگاه میکنن، اونایی هم که به جنبه‌های شیعیش نگاه میکنن، امپریالیسم شیعه میخواد نشون بدن که ایشون هر جا حضور پیدا میکنه معادلات رو به هم میزنه و همه دنیا هم مشغول تحسین این قصاب سوریه هستن. برخی از روزنامه نگاران اصلاح طلب هم احتمالاً تحت احساسات ملیگرایی شوونیستی، اینا ملیگرایی نیست، یا احساسات کشورگشایانه یا ضد غربی، آقای سلیمانی رو سردار عارف ازش یاد میکنن. در ایران یکی از دیگر از طنزهای جالب روزگار ما این است که عرفا که همیشه مردم گوشه نشینی بودن، آزارشون به مورچه نمیرسید، امروز آقای خمینی، آقای خامنه ای، آقای سلیمانی قصابترین، جنایتکارترین، پلیدترین چهره های سیاسی رو اینا رو به عنوان عارف ازشون یاد میکنن. خب این البته نتیجه دینی شدن حکومت هست و اینها رو ما کاملا داریم در ایران مشاهده میکنیم. یا آقای سلیمانی رو با سرداران دوران امپراتوری ایرانی او رو مقایسه میکنن. جالب هست که تلویزیون فارسی بی بی سی هم بعداً به جمع این رسانه ها پیوست و این گونه رفتارها رو شما از تلویزیون فارسی بی بی سی هم میبینید. تلویزیون فارسی بی بی سی و سایت بی بی سی فارسی، اینها کاملا در طول چند سال گذشته در چارچوب دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی عمل میکنن. شما فقط به مطالبی که در سایت بی بی سی منتشر میشه نگاه بکنید، عمدتا یا جهتگیری اسلامگرایانه داره یا چپ داره، ضد امریکایی، ضد اسرائیلی، چهره های طرفدار حزب الله کاملا در این رسانه حضور دارن، جهتگیریاش کاملا مشخص است، اصولا نه توازنی که معمولا باید در رسانه های در جهان دموکراتیک باشه، شما اصولا این توازن رو نمی‌بینید. من معتقد نیستم که صدای کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن نباید توی رسانه‌ها منعکس بشه، اما صدایی از طرف مقابل هم شما چندان در این رسانه‌ها نمی‌بینید. اگر هم دعوت بکنن به عنوان نمایشی دعوت می‌کنن، که حالا یه مورد دو مورد کسانی رو دعوت می‌کنن که این نمایش رو به منصه ظهور برسونن. خب در مقابل کسانی بودند در طی چند سال گذشته که به نقش مستقیم سپاه قدس در کشتار حدود 500 هزار نفر از مردم سوریه اشاره کردند و معتقد هستند که بدون مداخله این سپاه تا این حد جنایت در سوریه ممکن نمی شده. خب اینها کاملا نشون میدن با واقعیاتی که وجود داره که قاسم سلیمانی یکی از عوامل مؤثر در این جنایات، در جنایات رژیم بشار بوده و به عنوان یکی از قصابان سوریه در کنار بشار حضور داشته، بشار اسد برادرش و بقیه جنایتکارانی که در دستگاه‌های امنیتی و سیاسی و نظامی سوریه امروز حضور دارند. همچنین منتقدان آقای سلیمانی از وی به عنوان در واقع مجرای تأمین منابع مالی سپاه قدس، این یک امر کاملا روشنی است. مقامات جمهوری اسلامی هم در مواردی حتی اشارتاً ازش صحبت کردن. اینها رو من در نوشته های خودم آوردم. سپاه قدس بخشی از منابعش از قاچاق مواد مخدر هست، ترانزیت مواد مخدر به اروپا، بخشیش از قاچاق لوازم الکترونیک انواع و اقسام در داخل کشور هست با اسکله هایی که داره، و این رو آقای کروبی گفته، بعد آقای احمدی نژاد گفته، بعد آقای روحانی گفته. اینا چیزای پنهانی نیست که سپاه پاسداران در ایران اسکله های غیر قانونی، اسکله های مخفی داره، کار قاچاق انجام میده. و در واقع آقای سلیمانی خیلی جالب هست که مثل بقیه جنایتکارهای دنیا که حالا هم جنبه نظامی دارن هم جنبه مافیایی، یکی از رهبران مافیایی مخدر در منطقه خاورمیانه هست و فرماندهی ترور در منطقه رو ایشون امروز داره اداره میکنه. خب علت این اسطوره‌سازی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته و کسی هم شجاعتشو نداره و جرأتشو نداره، چون هزینه داره کسی در داخل کشور ازشون انتقاد بکنه، علتش از این فرمانده نظامی با چنین پرونده‌ای چی میتونه باشه؟ از مداحیایی که برای این ایشون صورت میگیره ما چه نکاتی رو میتونیم بیاموزیم و چرا برای
درست کردن قهرمان ملی به سراغ فردی رفتن که تا چنین حدی پرونده سیاه و تاریکی داره. این چرا این کار داره انجام میشه؟ خب جمهوری اسلامی همیشه به دنبال عرضه انسانهای مکتبی بوده، انسانهایی که هیچی ندارن، هیچ هویتی ندارن. آقای قاسم سلیمانی یه کارگر بوده، بعد اومده شده فرمانده سپاه، بعد امروز هم فرمانده سپاه قدسه. ایشون نه سابقه نظامی داره، نه اصلا تحصیلات مشخصی داره، هیچی در پرونده ایشون نیست بجز جنایاتی و در واقع کارهایی که در مافیای سپاه پاسداران انجام داده. و خب ازش به عنوان استراتژیست هم ایشون یاد معلوم نیست ایشون استراتژی ها رو کجا یاد گرفته. ببینید شما به هر کسی، این خیلی معادله بسیار ساده است، شما امروز به هر کسی، در یک کسی رو در میدان انقلاب به طور تصادفی انتخاب کنید و سالانه چند میلیارد دلار به او پول بدید و یک شبکه‌ای رو در اختیارش بگذارید، خب ببینید آیا اون متفاوت از آقای سلیمانی عمل میکنه؟ آقای سلیمانی میره عراق، میره سوریه، پول میبره، اسلحه میبره. خب طبعا یه عده هستن دور و بر ایشون جمع میشن، چیز عجیب و غریبی نیست. شما امروز اگه یک نفر در هر کدوم از خیابان‌های ایران وایسته و شروع کنه به حتی نه 100 دلاری، تک دلاری توزیع کردن، ده‌ها هزار نفر پشت سر این آدم جمع میشن. این در واقع منطق برآمدن این فرماندهان سپاه وصل بودن اینها به درآمدهای نفتی است و منابع کشور چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی فرمول پیچیده‌ای نداره درکش. خیلی مسئله به نظر من ساده است. اومدن از یه همچین فردی که سالانه چند میلیارد دلار در اختیارش میدن، در اختیارش میگذارن که تا در منطقه خاورمیانه تنش‌زایی کنه، هر جای جنگی، آتشی، دردسری باشه، خب اینا میرن حضور پیدا میکنن و خب با پول و اسلحه حضور پیدا میکنن. طبعا یه عده میرن از اینا امکانات بگیرن دیگه. ایشون رو به عنوان از این آدم به عنوان جاودانی جهان اسلام و هدیه بی‌نظیر خداوند به همه ایران و محرومان جهان یاد میکنن. اینو در واقع قاچاقچی عتیق جات و میراث فرهنگی جمهوری اسلامی آقای صادق خرازی گفته. معذرت میخوام. در مداهی که در واقع مداهی نظامیگری هست، گفتن که وی قوی و قدره. قوی و قدر بودن آقای سلیمانی از کجا در اومده، در چه جنگی، در چه شرایطی چیزی از ایشون دیده شده؟ هیچی از ایشون دیده نشده. من در سالهای دوران جنگ 3 مرتبه به جبهه رفتم، با خب نگاهی که در اون دوره داشتم رفتم در جبهه‌های جنگ ایران و عراق. من هیچگاه اسمی از آقای سلیمانی در اون دوره نشنیدم. اتفاقا فرماندهان دوره آقای خامنه‌ای همه از کسانی هستند که هیچ گونه سابقه جنگ و جبهه ندارند. همه کارهای ستادی بودن، همه در پشت جبهه بودن. اینا رو آقای خامنه ای بالا آورده و فقط تنها چیزی که دارن، تنها مشخصه‌ای که دارن، وفاداری دستبوسی تام و تمام برای آقای خامنه ایست. این آقای خرازی اصلا عبارات عجیب و غریبه به کار میبره. میگه او آقاست، میگه که سرداره، سپه سالاره، سیاست مداره، مخلص، مردمیه، موجودی عزیز و یگانه هست. بعد هم او رو مغز، برخی از این رسانه‌های دولتی، مغز متفکر ایران. ببینید ایران تا چه حدی باید سقوط کرده باشه که آقای قاسم سلیمانی قصاب به مغز متفکر ایران تبدیل شده باشه. یا کابوسی برای شیطان بزرگ، قدرتمندترین فرد در عراق و تبلور عملی رابطه خوب با خدا. اینا رو آقای باهنر گفته. اینا عباراتی است که در مورد ایشون به کار رفته. روزنامه کیهان تمرکز ویژه‌ای روی قهرمانسازی از آقای قاسم سلیمانی در حد یک ابر انسان داره. روزی تیتر میزنه که فاتح جرف و سخر جلیقه ضد گلوله به تن نداشت. خب معلومه کسی که در شرایط جنگی عکس‌های نمایشی میگیره و در جبهه جنگ حضور نداره چرا باید جلیقه جنگی بپوشه؟ حالا برفض هم نپوشیده باشه، میلیون‌ها بسیجی در یا سرباز در دوران جنگ جلیقه ضد گلوله نداشتن وقتی که به جنگ می‌رفتن. یه روز دیگه در صفحه اول کیهان با تیتر بزرگ میاره که سردار سلیمانی با عملیات عاشورا ائتلاف ضد داعش رو تحقیر کرد.
تمام اتفاقاتی که در عراق در طول 5 سال گذشته افتاده برای اینکه داعش از بین بره تحت در واقع نظارت یک ائتلاف بین المللی بوده، چیزی در حدود 10,000 بمب اینها بر سر داعش ریختن، مستشارای امریکایی اونجا بودن. حالا تمام اعتبارش رو آقای سلیمانی داره میگیره برای اینکه داعش مثلا در یه جایی شکست خورده، تمام این اعتبارات رو دارن برای اینکه آقای سلیمانی بوده و یه بسیجی که اینها تو عراق درست کردن از آدمای شبیه به خودشون. ببینید چه داستانه. بعد یه دمی حرفای عجیب و غریب رو متاسفانه باور میکنن. این رو برخی از رسانه‌های داخلی، دستگاه‌های تبلیغاتی میگن آقای سلیمانی قوی‌تر از قهرمانان خیالی امریکایی است. این عین عبارت سایت مشرق هست، 17 آبان 93، باید بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن به جنگش بروند. رسانه‌های دولتی یک صدایی خبر رو منتشر کردن که سردار سلیمانی با 70 نفر جلوی ورود داعش به اربیل رو گرفت. همه اینا دروغه. اینا آقای فرمانده هوافضای سپاه میگه. همه اینا دروغ سازی و مبالغه و گزافگویی هست. همش حرفای اصلا عجیب و غریبی است که هیچ منبع خبری که چیزی نگفته غیر از اینکه این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اینها رو گفته و متاسفانه در داخل کشور کسانی اینها رو باور میکنن. در توصیفات از آقای سلیمانی میگن ایشون روستازاده هست و تلاششون بر این هست که مخاطب اون رو یه فردی خودساخته تلقی کنه. اما به همدمی آقای سلیمانی با اراذل و اوباش لباس شخصی که در سرکوب مردم ایران 40 سال مشارکت دارند، عناصر خشن بسیجی و سپاهی، نیروهایی که ماشین سرکوب رو در ایران اداره میکنند و نقش ایشون در اداره ماشین سرکوب هیچ اشاره‌ای نمیکنند. ببینید اینجا هاست که فهمیده میشه که اینایی که ادعای اصلاح طلبی میکنند واقعا اصلاح طلب هستن یا نه. کسانی که برای آقای استاد قاسم سلیمانی کف میزنن، اینها نه روزنامه نگارن نه اصلاح طلبن، اینها معلومه چه کار هستن، عنوانش رو خودتون پیدا کنید. توصیفاتی از آقای سلیمانی یا به نقل از او و گفته میشه از قول مقامات و رسانه‌های خارجی مرتب نقل میکنن تا مخاطب رو تحت تأثیر قرار بدن. حتی گفته شده بود یه جا که وزیر دفاع و امور خارجی امریکا میخوان با ایشون ملاقات کنن. نیویورک تایمز و اشپیگل و فاکس همه ایشون رو تحسین میکنن. اینا همش حرفای دروغ و عجیب و غریبی است. این درست مثل یک صحنه ای از کمدی، یه کمدی در امریکا پخش میشه به اسم ساینفلد. این عین صحنه های کمدی ساینفلد هست که چیز که در یکی از قسمت هاش یکی از شخصیت های فیلم اسمش هست جورج. مادر جورج صرفاً به خاطر توصیه زنی که نامش چینی هست ولی چینی نیست از جدایی از همسرش منصرف میشه و تا متوجه میشه که وی چینی نیست از انصراف خودش هم منصرف میشه. این توصیفاتی که از ایشون میکنن عیناً شبیه اون توصیفات مادر جورج هست از در واقع زنی که نام چینی داره ولی واقعاً چینی نیست. تبلیغاتچی‌های جمهوری اسلامی دقیقاً می‌دونن که اگر موضوعی رو از قول خارجی‌ها بیان کنن، مثل اینکه آقای خامنه‌ای چهره مسیحایی داره، نقل قول آقای پوتین نقل می‌کنن، این هم مورد پذیرش عوام قرار می‌گیره و مدام این کارها رو انجام میدن. آقای صادق خلرازی در توصیفی که از آقای سلیمانی می‌کنه محدوده دخالت نظامی و آتش‌افروزی‌های جمهوری اسلامی رو دقیقاً روشن کرده. ایشون میگه امروزه او بسیاری از مرزهای عالم اسلام، یعنی از یمن گرفته تا دشت قبچاق و سرزمین اویغورها، از مدیترانه و دجله و فرات و هلال خصیب تا رود سند و کشمیر و با عشق به ایران و ایرانیت، اسلام و ائمه اطهار، سلیمانوار بر قالیچه باور و شهادت و جهاد سوار و 7 اقلیم را در می نورده. ایشون به صراحت داره میگه در تمام این عملیات تروریستی از کشمیر شما برید تا یمن، از اویغور در چین برید تا آسیای میانه، در همه اینها آقای سپاه قدس و آقای سلیمانی نقش داره. خیلی روشن ایشون داره این رو بیان میکنه، منتها یه عده اینا رو نمیبینند، نمیخوان ببینن. خب سوال اول برنامه این بود که چرا جمهوری اسلامی داره از یه همچی قصابی و یه همچی آدم آتش افروزی داره قهرمان ملی درست میکنه.
علتش بحران محبوبیت در جمهوری اسلامی است. روحانیون دیگه هیچ گونه، هیچ کدام از روحانیون در ایران دارای چهره محبوبی در میان مردم نیستند. این داستان رأی‌گیری ها و انتخابات و اینها هم، اینا همه نمایش های مهندسی شده است. آقای روحانی رو بخش عمده مردم میشناسن. حالا اگر یه عده‌ای میرن به روحانی در مقابل رئیسی رأی میدن، خب طبیعیه یه آدمی رو که قاتل چند هزار نفر آدم هست رو شما در مقابل یه آدم امنیتی قرار بدید، خب یه عده‌ای میرن به اون امنیتی رأی میدن، میگن آدم کمتر کشته. این در واقع منطقش منطق روشنی هست که با چه منطقی یه عده‌ای به آقای روحانی رأی میدن. محبوبیتی اینها ندارند روحانیون. خب جمهوری اسلامی نمیخواهد که ورزشکارها و هنرمندان و دانشگاهیان و چهرهای دیگر هم محبوبیت داشته باشند. باید کیها را علم کنه؟ فرماندهان سپاه رو. اینها به عنوان قهرمان ملی که نبودن هیچ وقت. هیچ وقت آقای سلیمانی، آقای صفوی، آقای جعفری، اینها هیچ وقت قهرمان ملی نبودن. همه اینها دروغه. کسانی که در دوره جنگ به جبهه‌های جنگ رفتن اصولا اسمی از اینها نشنیدند. شما برید و با کسانی که در اون دوره بودن، البته حالا مرتب اسم اینا رو تکرار میکنن، تو جلسات میرن، برای اینکه اینا پول دستشونه، برای اینکه منابع کشور دستشونه، یه دی میرن برای اینکه این منابع دسترسی پیدا کنه. در دوره جنگ اصولا اسمی از این آدم ها نبوده، نصف وجود خارج، وجودی در جبهه جنگ نداشتن، همه کارهای ستادی داشتن، در تهران در پشت صحنه حضور داشتن. بعد آقای خامنه ای اینا رو یک یکی آورد به میدون. در حیطه فعالیت های نظامی، در دخالت های نظامی هم در واقع ماشین اسلحه سازی جمهوری اسلامی و کره شمالی و روسیه و اینهاست که داره اسلحه میرسونه و پول. مثلا امروز بخش قابل توجه نیروهایی که دارن در سوریه میجنگن شیعیان عراقی و افغانستانی و پاکستانی هستن که اینها رو بیکارن، استخدامشون میکنن، میبرن اونجا برای اینکه بجنگن، چون فکر میکنن جمهوری اسلامی چیزشونه، جامعه آرمانی شیعه شون هست. حالا انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مالی هم هست، انگیزه های گرفتن اقامت در ایران هم هست برای خانواده هاشون. مجموعا با هم جمع میشه و یه دی میان میرن. اینا هنر عجیب و غریبی نیست، اینا این اتفاقاتی است که چند هزار مزدور گرفتن و مزدورها رو به جنگ فرستادن. اینا اتفاقاتی است که چند هزار سال در دنیا در جریان بوده. آقای سلیمانی هم به این جرگه پیوسته، یه دو مزدور استخدام کنه و به کشورهای دیگر بفرسته. این از داستان. و اما خب چرا آقای سلیمانی رو برای این قهرمان سازی اینها انتخاب کردن؟ چند دلیل مشخص داره. یک دلیلش اینه که جمهوری اسلامی پس از رویدادهای سال 88 به یک رژیم نظامی امنیتی تبدیل شده و سپاه قدس در این میان نقش جدی داره. خب طبعا یه آدمی رو از سپاه قدس اینا آوردن و میخوان علم کنن، به عنوان قهرمان به مردم ایران معرفی کنن. نکته دومی که مقامات جمهوری اسلامی تصور میکنن که مردم ایران از گسترش طلبی و بست حوزه نفوذ در منطقه خیلی خوششون میاد و با همین عنوان هم هست که یه عده رو فریب میدن یا گول میزنن یا فکر میکنن که یه عده رو فریب دادن و گول زدن. ایشون رو چون در مداخله های نظامی و بست نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه حضور داره، ایشون رو آوردن و علم کردن. و خب اون کسایی که واقعا اعتقاد دارن که اینها قهرمان ملی هستن، حواسشون نیست که آقای سلیمانی یه جیب بسیار بزرگی داره، سالانه چند میلیارد دلار امروز داره در سوریه و یمن و اینور از جیب مردم ایران داره خرج میکنه. سوم این که مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن از سپاهیانی که در کشتار و سرکوب و شکنجه مردم ایران شرکت داشتن، حتی برای وفاداران به نظام قهرمان بسازن و به همین دلیل به سراغ کسی رفتن که دستش در خون مردم سوریه و یمن و عراق و افغانستان و اینها آغشته هست. این دلیل سوم. دلیل چهارم این که غیر از سپاهیان تنها قشر دیگری که در حکومت امکان قهرمانسازی ازش وجود داره، خب اینا میخواستن این کارو بکنن، روحانیت. اما روحانیت آنچنان در جنایت و فساد و سرکوب آلوده شده که این کار خیلی دشواره و اومدن به سراغ نظامی ها. و نکته آخر این که بخشی از رسانه ها و افرادی که به مداحی قاسم سلیمانی میپردازن، از جمله رسانه ها و کسانی هستن که خامنه ای و بیتش به اونها اعتماد ندارن
برای جلب اعتماد، برای خودشیرینی این بخشی از جماعت اصلاح طلب یا برخی از این روزنامه‌نگارهایی که در خارج کشور هستن و با بی بی سی همکاری دارن، با بی سی فارسی یا با رسانه‌هایی که در یه دوره‌ای وی او ای هم در دوره اوباما همینجوری بود، البته تا الان هم هنوز تا حد زیادی همین هست، بخش وی او ای توسط لابی جمهوری اسلامی اداره میشد، اینها خب تلاش میکنن به این آدم ها نزدیک بشن برای اینکه خودشون رو به حکومت نوعی وسیله تقرب به حکومت و آقای خامنه ای هست، اینکه افرادی بیان و برای افرادی مثل آقای سلیمانی مداهی کنند. هذا النص من جانب الله سبحانه وتعالى. أهل لازم ما يفرض هذا نسمعه. نسمع الله سبحانه وتعالى بمدد العلم معصومين سلام الله عليهم أجمعين. لازم كلنا نعرف هذا بداية النص. إن شاء الله هذا بداية عملنا باتجاه إنقاذ الناس. آقای قاسم سلیمانی یکی از دروغگوترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی هست. شما باید به صحبت‌های ایشون در مقاطع خیلی کم صحبت کرده، ولی در همون حدی که صحبت کرده، صحبت‌هاش انبوهی از دروغ و فریب افکار عمومی در صحبت‌های ایشون به چشم می‌خوره. در 6 سالی که مداخله نظامی جمهوری اسلامی در سوریه در جریان بوده، آقای قاسم سلیمانی برای توجیه این جنگ و دفاع از حضور نیروهای سپاه قدس و نیروهای افغانی و پاکستانی تحت عنوان تیپ‌های زینبیون و فاطمیون و اینا رو جمع کردن و به این کشور فرستادن، چندین بار صحبت کرده و نظراتش رو گفته. جمهوری اسلامی خیلی جالبه، در 2 سال اولی که در سوریه حضور داشت، اصولا منکر حضور نیروهاش در سوریه بود. بعد خب کشته‌ها شروع شد و این کشته ها به هزاران نفر رسید، دیگه غیر قابل انکار بود، مرتب این کشته ها رو بود تحت عنوان مدافع حرم، گویی که تمام کشور سوریه حرم اهل بیت شیعه بوده، حلب و در حلب مثلا حلب کدوم یکی از اهل بیت اونجا خاک هستن، دروغه، برای ساختن در واقع فریب افکار عمومی این داستان ها رو میسازن که اینا مدافع حرمن. در بسیاری از شهرهای سوریه اصولا هیچ ربطی اصلا به اهل بیت شیعه نداره و اونها اونجا نه، حالا اگر یک کسی هم قبری اونجا داشت واقعا چه مسئولیتی داره دارن شهروندان ایرانی که از قبر حضرت زینب در دمشق دفاع کنن، در حالی که دمشق به تصرف نیروهای داعش یا مخالفان دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه، ارتش آزاد یا گروه‌های دیگر هم در نیومده. در 2 سال اول اینها کاملا منکر بودن، ولی بعداً آنچنان گزارش‌هاش منتشر شد که دیگه الان و بعد کشته‌ها اومد و در قبرستان‌ها به خاک رفتن، اینا دیگه نتونستن اینا رو انکار کنن. آخرین بار یکی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی بود اعلام کرد که 2100 نفر در سوریه کشته شدن. در موارد مختلف هم اینا گفته، مثلا در استان تهران یه خبری بود که 123 نفر فقط ایرانی در سوریه کشته شده، یا در یه خبر دیگه بود که 40 دانشجو در سوریه کشته شده. در مورد کشته شده‌های افغانی و پاکستانی هم لیستی از اسامی اینها در یه دوره منتشر شد، چیزی در حدود 100 نفر بودن. جستجو کنید در اینترنت، در گوگل میتونید اینها رو پیدا کنید. در سخنان توجیه آمیز آقای سلیمانی در باب جنگ در سوریه چندین دروغ آشکار به چشم میخوره که من اصل سخن ایشون رو میگم و بعد توضیح میدم که چرا این حرف ها دروغ هست. سخن اول ایشون اینه که تکفیر آتشی در خانه برادران سنی است. اینا رو اسمشون گذاشتن گروه های تکفیری و میگن این یک آتشی در خانه برادران سنی است، برای اینکه توجیه کنن که اینا رو باید برن بکشن. این سخن قلب واقعیت هست و به طور آگاهانه به نظر من این واقعیت داره تبلیغ میشه. تکفیر، کفر و کافر و منافق تلقی کردن مخالفان اصولا به شکل سیاسیش در جمهوری اسلامی آغاز شده. جمهوری اسلامی پدرخوانده تروریسم، پدرخوانده تکفیر
در منطقه خاورمیانه بوده. اینا یادش، اینا فکر میکنم اینا مردم یادشون نمیاد، اینا رو ما یادمون میاد، اینا رو شنیدیم در سخنرانی ها، در نمازهای جمعه، در تظاهرات های مختلف دیدیم که اینها مخالفین خودشون رو کافر و منافق یاد میکردن. در همین حتی این خیلی به گذشته بر نمیگرده، در همین دوره اخیر این افراد همین حرفا رو میزنن. خود این آقای سلیمانی، خود آقای سلیمانی که میگه تکفیر به چیز دامن سنی ها رو گرفته، ایشون میگه اگه فردی پایبند دفاع از جمهوری اسلامی و انقلاب نباشه به اصول دین پایبند نیست، یعنی کافره. یعنی کسی اگر معتقد نباشه از جمهوری اسلامی باید دفاع کرد کافره. خود ایشون تکفیریه، اینا صحبت‌های خود ایشون هست. افراد باید اینها رو برن و با دقت به نظر من این صحبت‌های اینها رو نگاه کنن، ببینن که جنس صحبت‌های ایشون همون چیزاییه که خودش داره انکار می‌کنه. دروغ دوم، ایشون میگه ایران اسلامی از جان و مال مسلمانان دفاع می‌کند. شما چجوری میشه که از جان و مال مسلمانان دفاع کنید و در یک کشور مرتکب قتل صدها هزار نفر بشید؟ در کنار قتل صدها هزار نفر در سوریه چندین میلیون نفر، حالا بخشهایی در خود سوریه آواره شدن، بخشهایی در منطقه خاورمیانه، بخشهایی هم به کشورهای دیگه رفتن، چیزی در حدود مثلا 6 تا 10 میلیون تخمین زده میشه که آوارگان سوری وجود داره در نقاط مختلف دنیا. امروز اینها پراکنده هستن. چه جوری آقای سلیمانی و بشار اسد و حزب الله لبنان اینا کمک کردن که مردم سوریه رو در واقع از جان و مالشون دفاع کنن؟ چه جوری میشود شما از جان و مال یه ملتی دفاع کنی این همه آواره داشته باشه و بین مثلا 450 تا 500 هزار نفر هم در این کشور کشته شده باشن؟ این حرفای دستگاه تبلیغاتی سوریه است که آقای سلیمانی داره اینها رو تکرار میکنه. دروغ سوم ایشون، ایشون میگه ایران اسلامی سر طلب بوده و همواره با مدارا و صبورانه رفتار کرد. این سخن با همه رفتارهای جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته در تعارضه. جمهوری اسلامی در طول حیات خودش ابتدا به دنبال صدور انقلاب به کشورهای مسلمان منطقه بود و براندازی حکومت‌های اونها، بعد هم به دنبال گسترش حیطه نفوذش از طریق حضور نظامی در مناطق بحرانی، در مناطقی که آتش جنگ درش شعله ور شده و کمک به گروه‌های شورشی. مرتباً شما محموله‌های اسلحه جمهوری اسلامی رو می‌شنوید که در کشورهای مختلف در دریاها کشف شده. این همه اینها نشان دهنده سلطه‌طلبی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی مدام مشغول کشتن افراد، مشغول دخالت‌های نظامی، ارسال اسلحه به خود. اتفاقا همین هفته آقای روحانی برای اینکه بخشی از اعتبارات جنایت‌های جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه بگیره، اعلام کرد که ما در طی این سال‌ها با اینکه تحت فشار بودیم مرتب کمک مالی کردیم به گروه‌های جنگ طلب و در واقع خشن در یا دولت سوریه یا گروه‌های جنگ طلب در عراق. خود آقای سلیمانی میگه که آقا ما تمام کارخونه‌های اسلحه سازیمون برای عراق و سوریه کار می‌کرده در چند سال گذشته. اینا صلح طلبیه. اگر اینا صلح طلبیه دیگه تمام مفاهیم رو باید عوض کرد. میشه دروغ راست از صلح جنگ است. کارهایی که دستگاه تبلیغاتی انجام میدن اینه که تمام این مفاهیم رو به هم بریزن. دروغ بعدی آقای سلیمانی، ایشون میگه که در طول تاریخ هیچگاه ایران اسلامی نسبت به سعودی‌ها به رغم نامشروع بودنشان و اینکه مردم هیچ گونه نقشی در سلطه و حکومت ندارند و در واقع این حکومت در سلطه یک خانواده است، ماجراجویی نکرده. این دروغ رو با 3 تا مثال خیلی راحت میشه توضیح داد. یک، ارسال بمب در هواپیمای حجاج در سال 65 که این رو مقامات جمهوری اسلامی گفتن، آقای منتظری در خاطراتش گفته. مثال دوم، انفجار در پایگاه خبر. و مثال سومش هم حمله نیروهای وفادار با خامنه‌ای و حزب پادگانی به سفارت عربستان و کنسولگری عربستان در مشهد. اینا همش نشون میده که اینا هیچ کاری به دولت سعودی ندارن. دروغ بعدی، ایشون میگه در هیچ کشوری به دنبال این نبودیم که برادران سنی را شیعه کنیم. شما همین امروز در ایران که خب این یه تاریخ بسیار طولانی داره، در روزنامه ها آگهی میدادن، بعد آگهی میدادن که یه عده‌ای در سیستان و بلوچستان در کردستان شیعه شدن، گروه های رو در دوره های در گروه های جهادی میفرستادن،
خود من یادم هست در سالهای 58-59 که گروه‌های رو میفرستادن برای اینکه برن اونجا تبلیغ شیعه بکنن. در ایران که یک سابقه خیلی طولانی داره، در فلسطین هم شما نگاه بکنید، حسینیه درست کردن، گزارش‌هاشو هم خبرگزاری فرانسه داده، هم رسانه‌های مختلف این گزارش‌ها رو دادن که جمهوری اسلامی گروه‌هایی رو در غزه به دنبال این بوده که اینها رو شیعه کنه. این داستان‌ها آقای سلیمانی و دوستان و رفقایی که از ایشون حمایت می‌کنن متوجه نیستن که مردم خبر می‌خونن، اطلاعات می‌بینن. این حرف‌ها حرف‌های عجیب و غریبی است که زده میشه فقط برای افرادی که هیچ گونه اطلاعی از واقعیات ندارند. و نکته آخر، دروغ آخر ایشون که بهش من اشاره کنم، ایشون میگه ایران دنبال ماجراجویی نیست. آقای سلیمانی در این سخنش، معمولا این خلط در سخنان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره که ایران رو با جمهوری اسلامی یکی میگیرن، دو تا موضوع دولت متفاوته. ببینید سه تا چیز از هم باید تفکیک کرد. ایران که یک کشوره، دولت ایران که یک، هر کشوری دولت داره، فرقی نمیکنه که این رژیم حالا از چه جنسی باشه، دولت ایران یک پدیده است که در قلمرو ایران حضور داره، بوروکراسی داره، وزارتخونه داره، این یه پدیده است در حکومت. و سوم هم رژیم، جمهوری اسلامی رژیمه، نه حکومت، نه دولت، و نه حالا اینا بعضی وقتا به معنای هم به کار میره، و نه کشوره. آقای سلیمانی و دیگر دوستان ایشون و بسیاری دیگر اینا معمولا با هم خلط میکنن برای اینکه بگن جمهوری اسلامی هم ایرانه. این چنین چیزی وجود نداره. ایران مساوی با رژیم حاکم برش نیست. دوم اینکه اگه حضور نظامی و کمک مالی تدارکاتی و نظامی به یک رژیم در حال احتضار در سوریه، ارسال بمب‌های جاده‌ای به عراق و افغانستان برای کشتن سربازای آمریکایی، پیشبرد برنامه اتمی با دو دهه دروغگویی و پنهانکاری، انجام عملیات تروریستی علیه شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور، تشکیل هسته‌های تروریستی که فرمانده‌های سپاه همیشه برای تهدید دول خارجی به اونها اشاره کردند، انداختن بمب در نزدیکی ناوهای آمریکایی یا اذیت و آزار رسوندن به ناوهای آمریکایی در آب‌های آزاد، ساختن ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی و منهدم کردنش، نوشتن نابودی اسرائیل بر موشک‌های دوربرد پرتاب شده، ارسال سلاح به غزه و کشورهای آفریقایی، به عراق، به یمن، همین موشک‌هایی که میگن در یمن پرتاب میشه، دار جمهوری اسلامی فرستاده. حوثی‌ها موشک نداشتن از ابتدا. اگر اینها، این مواردی که من ذکر کردم، اگر اینها ماجراجویی نیست، یک کسی باید برای ما توضیح بده که واقعا ماجراجویی چیه. ببینید این نکاتی که از آقای سلیمانی، آقای سلیمانی شاید مثلا هر دو سالی، هر یک سالی یک مرتبه صحبت کنه. تصور کنید که از اگه قرار بود ایشون مرتب صحبت بکنه، چقدر بیهوده گویی، لافزنی، دروغ، قلب واقعیت در سخنان آقای سلیمانی. مشخصه آقای سلیمانی و دیگرانی مثل آقای سلیمانی، اینها بوخهای تبلیغاتی هستند. اینا نه استراتژیستن، نه فرمانده نظامی هستند. اصولا سپاه پاسداران، این رو مردم ایران باید متوجه باشن که سپاه پاسداران یک نهاد نظامی برای دفاع از کشور نیست. شما برید در قانون اساسی نگاه کنید، وظیفه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی هم یعنی حکومت، چون سال 57 یه انقلابی بوده تموم شده، بعد از اون هر کی راجع به انقلاب اسلامی صحبت میکنه یعنی این حکومت، رژیم آقای خامنه‌ای و هسته‌ای که داره که جمهوری اسلامی رو اداره میکنه. برای دفاع از کشور شما هیچ نیازی به وجود سپاه پاسداران ندارید. ایران داره ارتش هست. ارتش هم نقشش این است که از مرزهای کشور دفاع کنه. اتفاقا ارتش در ایران منحل هم نشده که بگیم این در قوای نظامی در انحصار سپاه هست. سپاه پاسداران امروز اگه تعطیل بشه، همونطور که در بحث جلسه اول صحبت کردم، در این دوره تعطیل بشه، در ایران هیچ اتفاقی، هیچ مشکلی برای مردم به وجود نمیاد، بلکه سالانه صدها میلیارد دلار مردم پسنداز میکنن، هزینه کمتر میکنن، بسیاری از کارها به شکل درسترش انجام میشه، پروژه ها به مردم، به شرکت های خصوصی واگذار میشه، مواد مخدر کمتر از ایران ترانزیت میشه، قاچاق کمتر میشه، جنایت های جمهوری اسلامی کمتر. تمام این اتفاقات خوب در صورتی میفته که سپاه پاسداران در ایران منحل بشه. بنابراین سپاه نه مساوی با ایرانه،
سپاه و جمهوری اسلامی نه مساوی با ایرانن، نه مساوی با وطنن، نه مساوی با دولت هستن، چون ایران هم یه کشوری قلمرو داره، هم دولت داره. هر رژیمی هم که بیاد بالاخره این نهادهای دیوان سالاری دولتی اینا وجود دارن، اینا از بین نمیرن، فقط چهره ها عوض میشه، شعارها عوض میشه، ایدئولوژی ممکنه عوض بشه. این رژیم مشخصه، سپاه پاسداران مشخصه که در طی این سالها داشته چه میکرده و برنامه در واقع سپاه پاسداران. شما فقط کافیه که فقط چند سخنرانی آقای قاسم سلیمانی رو با دقت بخونید، با سنجش راست و دروغ، با سنجش واقعیات، به عنوان ادعاهای عجیب و غریبی که یک الهه مهربانی به قول برخی که ازشون تعریف کردن، یا سردار عارف، اون حرفهای عجیب و غریب، اون تعریفهای بسیار مبالغ آمیز و عجیب و غریب که حتی در مورد آدم های خوب هم نمیشه این چیزها رو به کار برد، چه برسه به یک قصاب و یک جنایتکار، اونا رو کنار بگذارید، بعد صحبتهای اینها رو با واقعیات عالم مقایسه کنید، ببینید که واقعا اینها چقدر با واقعیاتی که امروز در عالم میشه مشاهده کرد، اینا چقدر با واقعیات همخوانی داره. مشخص است اینا به اساسش بر فریبکاری و دروغ و انحراف افکار عمومی است. من فقط به چند نمونش در یکی از سخنرانی های آقای قاسم سلیمانی اشاره کردم. قاسم سلیمانی متاسفانه امروز در جمهوری اسلامی به یکی از اون خط قرمزها تبدیل شده که کسی جرأت نداره به ایشون نزدیک بشه، انتقاد کنه، حرفی در مورد ایشون بزنه، و کسانی هم که میخوان به حکومت تقرب پیدا کنن، غیر از اونهایی که خب خودشون حکومتی هستن، کسانی که میخوان بگن آقا ما برادریم، یه جایی هم یه انتقادی میکنن، مثلا زیبا کلام، ولی همواره باید برادریشون رو به حکومت اثبات کنن، خب مجراش آقای سلیمانیه، بعد از ایشون مدعی کنن، تعریف کنن، بدون اینکه اشاره بکنن به مجموعه جنایات و در واقع فریب ها و تقلب هایی که سپاه پاسداران درش درگیر هست، کارهای خلاف، قاچاق مواد مخدر، اینا واقعیاتی است که شما اگر جستجو کنید نه تنها در سخنان و گزارش های رسانه‌های بین المللی، بلکه در سخنان خود مقامات رژیم وجود داره. اینها رو من آوردم در مواردی که اشاره کردن برخی از مقامات قضایی به مسئله قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران و سپاه قدس. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه هشتم از دوره 19 این برنامه ها. از دوستانی که برای من ایمیل میفرستن، پیشنهاد موضوعاتی رو برای برنامه میکنن، پیشنهاد بحثایی رو برای برنامه میکنن، به شکل فردی ازشون تشکر کردم، به شکل جمعی هم تشکر میکنم. بعضی از موضوعاتی که دوستان مطرح میکنن در چارچوب موضوع این دوره 19 هم قرار نمیگیره، من به اونها در این مجموعه نمیپردازم، در مجموعه دیگر به این موضوعات حتما خواهم پرداخت. بعضی از موضوعات هم دوستان مطرح میکنن که من قبلا در برنامه مختلف به اونها چندین بار پرداختم، ولی با همه این احوال در واقع من توضیحی بود که من به مخاطبان این برنامه بدهکار بودم، ولی با همه این احوال از همه پیشنهادات و انتقادات، و انتقادات هم فقط من معتقد به انتقاد سازنده نیستم، انتقاد میتونه کاملا شکننده و مخرب هم باشه، افراد آزادن هر گونه انتقادی رو مطرح کنن، انتقادات خودتون رو برای من، برای مسئولان تلویزیون بفرستید، ما حتما از نظرات شما استفاده میکنیم. تا هفته آینده که با موضوعی دیگه من در خدمتتون خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.